آماده ایم؟ بزن بریم. Hey what's up guys، به کانال DMP خوش اومدید. امروز میخوایم یه سری جدید از ویدیوها رو به کانالمون اضافه کنیم که تا به حال براتون نذاشتیم. پس کمربنداتون رو ببندین، چون این موضوعها واقعا تن آدمو میلرزونه. تو این سری ویدیوها قرار در مورد بعضی موجودات و اتفاقات ماوراءطبیعی، چیزای عجیبی که تو دنیا اتفاق میافتن و هستن ولی خب دلیل برشون وجود نداره، چیزای ترسناک و هر چیز خفن و عجیب غریب دیگه‌ای که شما بخواین حرف بزنیم. حتما برامون کامنت بزنین که نظرتون در مورد همچین ویدیوهایی تو کانالمون چیه و میخواین دفعه‌های بعد در مورد چی حرف بزنیم، چون موضوعها رو از کامنتاتون انتخاب میکنم. امروز میخوایم در مورد وسایل و اجناس تسخیر شده جهان که بله واقعیم با هم حرف بزنیم و داستانشون رو با هم ببینیم. معروفترین و اولین که همه تون فکر کنم داستانش رو شنیدین، عروسک آنابله. اکثرتون سری فیلم های آنابل رو حتما دیدی، ولی آیا میدونستین داستان آنابل تو زندگی واقعی اتفاق افتاده و قیافه و شکل عروسک واقعیش خیلی بامزه تر از اینه که بتونه همچین کارهای وحشتناکی رو سر یکی بیاره؟ قبل از اینکه داستان آنابل رو شروع کنم، میخوام شما رو با یه زوج آشنا کنم، اد و لورن وارن. سری فیلم های دکانترینگ که شامل دکانترینگ، آنابل و چند تا فیلم دیگه میشه از روی داستانی ساخته شده که اد و لورن اونو گذروندن. What are you guys? Well, we've been called ghost hunters, paranormal researchers. But we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren. اد و لورن تو زندگی واقعی میشه گفت نوعی جنگیر بودن که همچین مسائلی رو حل میکردن و هر کی با اتفاقات ماوراءطبیعی مواجه میشد بهشون زنگ میزد. آدمای دیگه ای هم بودن که این اتفاقا براشون افتاد و بعد از اون اد و لورن تصمیم گرفتن آنابل رو بذارن توی جعبه که تقدیس شده و خیلی مراقبت میشه ازش و هیچ وقت دیگه درش رو باز نکنه. حتی وقتی آنابل رو میخوان جایی ببرن یا اون قسمت رو تمیز کنن، اونو از جعبه در نمیارن و با جعبه حرکتش میدن. هر هفته یه بارم یه کشیش میاد و دوباره اونو از اول تقدیس میکنه. داستان آنابل رو خیلیاتون شنیده بودین. حالا بریم سر وسایل بعدی. آینه ها از زمان ساختشون همیشه مرموز بودن و اتفاقات خاصی براشون افتاده. شاید تعداد خیلی کمیتون بدونین که تمام آینه هایی که ما روزانه استفاده میکنیم تازه نیستن و قبلا چندین بار استفاده شدن. قدیما وقتی یه نفر توی خونه میمرده، بعد از اینکه خاک سپاریش میکردن میومدن خونه و تمام آینه ها رو با پارچه مشکی میپوشوندن. اون زمان شایع بود اگه تا یک روز آینه های خونه آدمی که مرده رو با پارچه نپوشونیم، روح اون آدم تو آینه گیر میفته و دیگه هیچ وقت نمیتونه آروم و شاد باشه. برای همین این کارو میکردن که روح بتونه آزاد بشه و بتونه به زندگی پس از مرگش برسه. وسیله تسخیر شده بعدی یه آینه است تو خانه اربابی مزرعه میرتلس. این خونه تو شماره خونه های تسخیر شده آمریکا و حتی جهان ثبت شده. این خونه تو سال 1796 تو قبرستان بومیان آمریکا درست شده. خاطر همین اصلا عجیب نیست که این خونه تسخیر شده است. میگن که تو این خونه حداقلش 10 تا جنایت انجام شده و قبلا هم اتفاقات ماورایی زیادی اینجا افتاده. این آینه تسخیر شده را تو سال 1980 به یکی از دیوارهای اون خونه وصل کردن. آدمایی که تو اون خونه بودن و آدمایی که الان میرن اون خونه رو میبینن، میگن آدمایی رو میبینن تو اون آینه که دارن میلرزن. یا اثر انگشته خیلی کوچیکی رو که میتونه مربوط به یه بچه باشه رو روی آینه میبینن، در حالی که هیچ بچه‌ای تو اون خونه زندگی نمیکنه. بر اساس افسانه‌های محلی که وجود داره، گفته میشه که ارواح یه زن به اسم سارا وودراف و دو فرزندشن که تو اون آینه تسخیر شدن. این زن به همراه دو فرزندش به علت مسمومیت به قتل رسیدن و بعد از اینکه مردن هیچ کس آینه های اون خونه رو نپوشونده. به خاطر همینه که میگن آینه هاتون رو من با پارچه مشکی بپوشونین اون روزو. شاید خیلیاتون ندونین، ولی آدمایی که بر اثر مرگ طبیعی نمیمیرن، به قتل میرسن، خودکشی میکنن، مسموم میشن یا هر اتفاق دیگه‌ای که براشون میفته، روحشون هیچ وقت به دنیای بعدی نمیره و همیشه سرگردون. به خاطر همینه که تو آمریکا و بعضی کشورهای دیگه آدما رو اعدام نمیکنن و میذارن تا آخر عمرشون تو زندان بمونن و به مرگ طبیعی بمیرن. تو وسیله بعدی دوتا نقاشی هست. نقاشی اول پورتری مرد وحشت زده است.
که گفته میشه نقاش این پتره از خون خودش قاطی رنگا کرده و از خون خودش این نقاشی رو کشیده و بعد از گذشتن یه مدت از کشیدن این نقاشی خودش رو کشته. این نقاشی به مدت 25 سال تو اتاق زیرشیروانی یه پیرزن نگهداری میشده که بعداً بعد مرگ پیرزن میرسه به نوش. مادر بزرگ سینی رابینسون که همون میشه نوه براش همیشه تعریف میگرد که هر وقت که به نقاشی زوم میزنی صدای ناله میشنوی و یه باد سردی رو احساس میکنی که اونجا به وجود میاد و حتی بعضی شبای یه مرد رو در حال پرسه زدن تو خونش میدیده که دور داشتن احساس میکردن یه نفر داره بدنشون رو لمس میکنه و حتی اینکه وقتی در برابر نقاشی قرار می گرفتن یه جریان هوای گرم رو احساس می کردن انگار در یه فر روبروشون بازه. ولی نه، تمام اتفاقاتی نبودن که آدم ها پیش این نقاشی حس کردن. یه نفر که وظیفه چاپ کردن این عکس برای تبلیغات بوده گفته بعد از چاپ اول دستگاه چاپ خراب شده و نتونستن هیچ کپی و چاپی از این نقاشی به دست بیارن. حتی کسایی که تو ایبی این نقاشی رو به صورت آنلاین میدیدن حس بد و ترس رو احساس میکردن. در آخر این نقاشی توسط گالری گرند رپیدز خریداری میشه و بعد از اینکه نقاش اصلی اثر میاد و نقاشی رو میبینه و اتفاقاتی که افتاده رو میشنوه خیلی تعجب میکنه. و میگه که دو صاحب اول این اثر بعد از یک سال فوت کردن هر دوشون. داستان بعدی هم باز مربوط به یه عروسکه. عروسک رابرت. تو سال 1896 یکی از خدمتکارای امارت اوتو یه عروسکی رو به فرزند اون امارت کادو میده. رابرت که عروسکش رو خیلی دوست داره اسم عروسکش هم رابرت میذاره. طوری بهش علاقه پیدا میکنه که اونو با خودش هر جا میبره، بهش غذا میده، بهش میرسه و با اون مثل یک آدم رفتار میکنه. طوری که تمام بچه‌ها با عروسکاشون رفتار میکنه. ولی با گذشت زمان مادر پدر رابرت صداهایی رو از اتاقش میشنون و اول به خودشون میگن شاید داره با خودش حرف میزنه و بازی میکنه، ولی بعدها میفهمن اون صدایی که داره جواب رابرت میده خیلی بولد و عمیقه و هیچ بچه‌ای نمیتونه این صدا رو تقلید کنه. رفته رفته اتفاقات عجیب بیشتری میفته. شبا رابرت جیغ میزنه و مادر پدرش میرن پیشش و میبینن کل اتاقش به هم ریخته. ازش میپرسن چه اتفاقی افتاده و تنها چیزی که میگه اینه که کار رابرت. وقتی میبینن اوضاع داره تو امارتشون بدتر و بدتر میشه، رابرتو میذارن تو اتاق زیرشیروانی و درشون میبندن. بعد از این کار از اتاق زیرشیروانی صدای خنده، گریه، حرف زدن یه مرد و حتی صدای پا و راه رفتن میومده. خاله رابرت میاد عروسک رو با خودش میبره خونش و میگه که من میتونم از این مراقبت کنم. ولی بعد از یه مدتی خاله رابرت به صورت خیلی عجیب و مرموزی فوت میکنه. از اون زمان رابرت تصمیم میگیره که عروسک همیشه پیش خودش نگه داره، چون رابرت تنها کسی بوده که عروسک بهش آسیب نمیزده و پیش اون میمونده. بعد یه مدت رابرت ازدواج میکنه و بیشتر وقتشو با خانومش میگذرونه. این قضیه عروسک خیلی عصبانی میکنه و کاری میکنه که رابرت زنشو بزنه و باهاش بد اخلاقی کنه. میگن هر کس پیش این عروسک قرار بگیره و باهاش زندگی کنه، رفته رفته رفتارهای خیلی عجیب و عصبانی و خشمگین از خودش نشون میده و نمیتونه اینا رو کنترل کنه. بعد از اینکه رابرت و زنش هم به صورت خیلی مرموزی میمیرن، عروسک رابرتو به یه موزه میبرن و تو اون موزه توی جعبه خیلی خاصی نگهش میدارن. اگه به دیواره اتاقی که رابرت توشون قرار داره نگاه کنین، پر شده از نامه. این نامه ها نامه های کسایی هستند که بدون اجازه از رابرت عکس گرفتن. انگار این عروسک از عکس گرفتن خوشش نمیاد و هر کس که ازش عکس میگیره اتفاقات بدی براش میفته و هی بدبیاری میاره. آدمایی که این اتفاقا براشون افتاده این نامه ها رو مینوشتن و به رئیس اون موزه میدادن. رئیس اون نامه ها رو بلند واسه رابرت میخونده و بعد از این خوندن تمام اتفاقات بد برای اون فرد تموم میشده و فرد به زندگی عادیش ادامه میداده. به خاطر همین یه ساین بزرگ تو اتاق اون موزه قرار دادن که هیچ کس حق عکس گرفتن از رابرت رو نداره و آدمایی که ازش عکس گرفتن این بلا سرشون اومده.
اینم از وسایل تسخیر شده جهان که خب خیلی خیلی بیشتر بودن و من فقط تونستم داستان چند تاشون رو براتون تعریف کنم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و براتون جالب بوده باشه. حتما برامون کامنت بذارین که خوشتون اومد یا نه و میخواین تو قسمت‌های بعدی و تو ویدیوهای بعدی در مورد چه موضوعهای عجیب جهان و ماورای طبیعی و هر چیز دیگه ای حرف بزنین. مرسی که این ویدیو رو تا آخرش دیدین، کانال ما رو سابسکرایب کردین و کامنت و لایک گذاشتین. خیلی دوستتون داریم. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.